سلام بر شما سرخط خبرها. استقبال مرد اسلامی از اظهارات مدیر امور بین المللی شورای روسیه در امور افغانستان. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که گفتگو با کشورهای منطقه برای تامین صلح و ثبات مهم است. موږ در روسیه پیدرسون دغه مثبت طریز ارکلی کوو. واقعیت هم داده است اسلامی امارت سره د سیمې هیوادونو. ادامه نگرانی ها از محدودیت ها بر ضد زنان کشور. فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر از ادامه محدودیت بر ضد دختران افغان ابراز نگرانی کرد. قسم په افغانستان کې په اسلامي چوکاټ کې زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې موږ ډاکټرانو ولرو. برگزاری نخستین جشنواره چهارمغز در ولایت کاپیسا. اشتراک کنندگان برگزاری این گونه جشنواره ها را در حفظ میراث‌های فرهنگی کشور مؤثر می‌دانند. همین زیبایی وطن خود ما شما و خود مملکت ما شما که ندیدن و دیگه کشورها را ما شما نشان بده. و انتقاد روسیه از روی کرد غرب در مورد برگزاری نشست بریکس. به مجمع خبری ساعت 10 شب با من منیر احمد امیری خوش آمدید. امارت اسلامی از اظهارات مدیر امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه در امور افغانستان استقبال کرده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که گفتگو با کشورهای منطقه برای تامین صلح و ثبات مهم است. این در حال است که مدیر امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه گفتگو با مقامهای امارت اسلامی را برای صلح و ثبات در آسیای مرکزی مهم دانسته است. همزمان با این معاون وزیر خارجه تاجیکستان در نشست امنیت منطقه‌ای آسیای میانه در آن کشور گفته که فعالیت گروه‌های هراس افغان و افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان نگران کننده است. جزئیات بیشتر از مشعل ایوبی. گریگوری کرسن، مدیر امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه در نشست امنیت منطقه‌ای آسیای میانه در تاجیکستان گفته که گفتگو با مقام‌های کنونی افغانستان برای صلح و ثبات در آسیای مرکزی ضروری است. امارت اسلامی نیز از اظهارات مدیر امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه در امور افغانستان استقبال کرده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که گفتگو با کشورهای منطقه برای تامین صلح و ثبات مهم است. موږ د روسیې پیدراسون دغه مثبت طریز ارکلی کوو. واقعیت هم داده چې له اسلامي امارت سره د سیمې هیوادونو ډیالوګ او خبرې د سیمه ییز ثبات او د اړیکو د لا پراختیا لپاره مهمې دي. سیاسي ډیالوګ د مثبتو تعاملاتو لپاره لاره جوړوي او موږ هم د خبرو اترو له لارې پر رغند سیاسي تعامل باورمند یو. همزمان صادق امامی معاون وزیر خارجه تاجیکستان از تهدیدهای امنیتی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و ای گفته که وضعیت افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای غربی متناقض است. معاون وزیر خارجه تاجیکستان با تاکید بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تصریح کرده که کشورش از فراخوان کمک به مردم افغانستان حمایت میکند. به همین دلیل است که کشورهای ما توافق دارند که گفتگوی صلح‌آمیز با هدف تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت نمایندگان تمامی نیروهای سیاسی و قومی افغانستان تضمین مهم برای گذار این کشور به توسعه صلح‌آمیز است. اما یکی از آگاهان سیاسی اظهارات معاون وزیر خارجه تاجیکستان و نگرانی‌ها در مورد تهدیدهای امنیتی از سوی افغانستان را مغرضانه دانسته است. معاون وزارت خارجه تاجیکستان مغرضانه صحبت می‌کند. همین لحظه هم می‌خواهد که بر افغانستان موضوعات امنیتی را مطرح بحث قرار بده. در 3 سال گذشته تامین امنیت افغانستان و مرزها شده. آیا گروه‌های هراس افغان که افغانستان را تهدید می‌کند از تاجیکستان داخل افغانستان نمی‌شود؟ پس بیان به اساس منافع ملی جانبه صحبت داشته باشند، نه موضوعات مغرضانه و هدفشان هم تطبیق عمق سازی که منافع سیاسی در حکومت داری.
این در حال است که مقام‌های امارات اسلامی افغانستان همواره از تأمین امنیت سراسری در کشور، هم شمول بودن نظام حاکم در افغانستان، تأمین حقوق شهروندان کشور در چارچوب شریعت اسلامی و مسئول بودن خاک افغانستان از هر گونه تهدید علیه کشورهای منطقه و جهان اطمینان داده‌اند. همزمان با روز جهانی دختر، شماری از سازمان‌ها بار دیگر از امارات اسلامی می‌خواهند که رویکرد خود در برابر زنان در افغانستان را تغییر دهد. روزا اوتانبایوا، فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان، به مناسبت این روز از ادامه محدودیت‌ها علیه دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همچنان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در صفحه 1 نوشته که دختران نیازمند اقدام جمعی هستند تا از حقوقشان محافظت شود. روزا اوتنبایوا، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، با مناسبت روز جهانی دختر در اعلامیه از امارات اسلامی خواسته است تا مسیر کنونی خود در برابر زنان و دختران کشور را تغییر دهد. اوتنبایوا خاطر نشان کرده است که روز جهانی دختر امسال در حال فرا رسیده که 1120 روز از وضع ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از 12 سال می گذرد. فرصت‌های از دست رفته در بیشتر از 3 سال گذشته نه تنها شامل حال میلیون‌ها دختر می‌گردد، بلکه خانواده‌ها و کشور در کل نیز فرصت‌هایی را از دست داده است. با سپر شدن هر روز آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران افغان وارد می‌گردد. در همین حال، رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، در صفحه اجتماعی اکسش از افزایش مشکلات روحی زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و از سیاست‌های امارات اسلامی در برابر زنان نیز انتقاد کرده است. زنان و دختران افغان به دلیل محدودیت‌ها با بحران سلامت روان مواجهند. ما خواهان حمایت از مبارزه افغان‌ها برای حقوقشان هستیم. اما شماری از آگاهان سیاسی میگویند که افغانستان به زنان آگاه نیازمند است. قسم په افغانستان کې په اسلامي چوکاټ کې زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې موږ ډاکټرانو ولرو، یعنی تعلیم د ډاکټرانو په باب باندې بعضې هغه تعلیمونه چې هغه د عمرو په د زنانو په عمرو کې وي جته به ضرورت وي، خو البته په اسلامي چوکاټ کې امیدوار هستم که مقامات جامعه جهانی و خصوصا دفاع ما و مؤسسات دفاع از حقوق زنان افغانستان در مطابقت با قواعد بین المللی زمینه ها را برای نجات زنان افغانستان روی دست بگیرند و تدبیر سمینارها و همچنان کورس های آموزشی و فراهم سازی زمینه ها همچنان ارائه خدمات بشری بیشتر به زنان افغانستان مخصوصا از نگاه اقتصادی آنها را کمک بکنند تا از این وضع نجات پیدا کرده. این در حال است که به تاریخ 19 سپتامبر 2011 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه 11 اکتبر را به عنوان روز جهانی دختر اعلام کرد تا حقوق دختران سراسر جهان به رسمیت شناخته شود. امارت اسلامی هماره گفته که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان در پرتو شریعت اسلام تامین است. نخستین جشنواره چهارمغز در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به ابتکار ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت به هدف حفظ ارزش‌های فرهنگی برگزار شد. برخی از شاعران و نویسندگان برگزاری این گونه جشنواره‌ها را در رشد میراث‌های فرهنگی کشور مؤثر می‌دانند. جشنواره چهارمغز که برای نخستین بار به گونه رسمی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا برگزار شد، هدف آن رشد میراث‌های فرهنگی مردم افغانستان دانسته شده است. مسئولان محلی کاپیسا میگویند که صادرات این محصول میتواند برای اقتصاد مردم محل نیز مفید واقع شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا میگوید که نجراب در کنار دیگر فراورد‌های زراعتی، چهارمغزش نیز بی‌بدیل است و بازار جهانی دارد. امی برنامه فرهنگی ما شما هدفش امی است که ما بتانیم با توسط امی دوستای رسانه ما شما از میکروفون ازیا امی زیبایی وطن خود ما شما با خود مملکت ما شما که ندیدن و دیگه کشورها را ما شما نشان بدیم. ما تقریبا 6 جشنواره داریم. یک جشنواره شما منحصر به ولسوالی نجراب است به عنوان جشنواره چهارمغز و هی تقریبا 30 سال شده ثبت دیتابیز اطلاعات و فرهنگ شده.
در همین حال شماری از نویسندگان، شاعران و باشندگان محل که در این جشنواره اشتراک کردند، برگزاری هنگونه برنامه ها را در رشد فرهنگ کشور مؤثر دانسته و خواهان برگزاری بیشتری نشست ها هستند. چهارمغز ولسوالی نجراب چون از حد مصرف خود مردم بالاتر است و مردم زیادتر به چهارمغز که از در قسمت قرا و قصبات ازید تمام ولسوالی موجود است، به فصل چهارمغز که میشه و تمام تجارا و کسایی که خرید شروع چهارمغز میکنن به نجراب تشریف میارن و از جای مسئوله که از میگیرن به طرف کابل انتقال میتن، در اوجه پروسس میشه و به خارج روان میشه. در سطح فرهنگی آرزوی من است که همه وقت جشنواره ها وجود داشته باشن، مشاعره ها از بزرگان از همه اقوام به این سهم بگیرن که بیشتر رونق پیدا کنه. گفتنی است که توت کوهبند، شیر و پنیر حصه اول کوهستان، چهار مغز نجراب، انار تگاب و جلغوزه الیسایی از جشنواره های انعنوی باشندگان کاپیسا هست که همه ساله در محافل باشکوه در این ولایت از آن بزرگ داشت می شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه در خبرنامه گفته است که امارت اسلامی حملات افراد مسلح ناشناس به کارگران معدن زغالسنگ در منطقه دوکای بلوچستان را به شدت محکوم می کند. آقای بلخی از دولت پاکستان خواسته که اقدام لازم را برای جلوگیری از چنین رویدادها اتخاذ کند. وی گفته که قنسولگری امارت اسلامی در کویت تسهیلات لازم را برای تشییع جنازه کارگران افغان و انتقال آنان به کشور روی دست گرفته است. این در حالی است که در پی حمله افراد ناشناس بر کارگران این معدن به شمول 4 شهروند افغان 20 تن کشته شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که آژانس همکاری ترکیه به زودی کار بازسازی خانقاه پدر مولانا را آغاز می کند. این وزارت در شبکه یک خود نوشته که آکین اردوغان رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در دیدار با عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر این وزارت از آغاز زود هنگام کار سروی بازسازی و مرمت مدرسه و خانقاه پدر مولانا در این ولایت خبر داده است. این وزارت همچنان نوشته که آکین اردوغان در این دیدار قول داده است که در زمینه تجهیز آرشیف ملی، هنرستان و کتابخانه های عمومی همکاری کند. خانقاه بهاءالدین که برخی مورخان آن را زادگاه مولانا جلال الدین بلخی می دانند، به دلیل اهمیت تاریخی اش سالانه پذیرای صدها گردشگر داخلی و خارجی است. مدیر عمومی ادبا و پناهجویان خارجی خراسان رضوی ایران اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال روان هجری خورشیدی 270,000 تن از آن کشور اخراج شدند. حسین شرافتی راد افزوده که هیچ چروند قانونی و غیر قانونی افغان حق بود و باش و کار در 7 شهر مرزی این ولایت را ندارند. با این حال آگاهان مهاجرت میگن که وضع ممنوعیت ها بر پناهجویان قانونی افغان در ایران سبب بیشتر شدن فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر آنان می شود. گزارش از اسماعیل سادات. مدیر عمومی ادبا و پناهجویان خارجی خراسان رضوی ایران اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال روان هجری خورشیدی 270,000 نفر از این کشور اخراج شدند. حسین شرافتی راد گفته که این تعداد پناهجویان از 11 شهر این ولایت از طریق مرز دوغارون اخراج شدند. شرافتی راد افزوده که هیچ شهروند قانونی و غیر قانونی افغان حق سکونت و کار در 7 شهر مرزی این ولایت را ندارند. اخراج پناهجویان افغان از شروع امسال تا پایان ماه سنبلا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 40% افزایش داشته است. هیچ یک از ادبای مجاز و غیر مجاز افغان حق سکونت و اشتغال در 7 شهر مرزی این استان را ندارند. با این حال آگاهان مهاجرت میگویند که وضع ممنوعیت‌ها بر پناهجویان قانونی افغان در ایران سبب بیشتر شدن فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر آنان می‌شود. اگر ایران به خاطر مهاجرت غیرقانونی قوانین سختگیرانه اعمال کند، منع اشتغال افراد قانونی به ویژه در مناطقی که نیاز به کارگر است تصمیم غیر منطقی به نظر می رسد و ممکن است باعث ایجاد فشارهای اقتصادی و اجتماعی در منطقه بیشتر شود. این وضعیت سبب می شود که متاسفانه مردم افغانستان و مهاجرین افغانستان با یک وضعیت بد و ناهنجار و غیر انسانی در اونجا روبرو شوند و اینا زمینه ها و فرصت های آمدن به کشور هم هنوز برشان مساعد نیست. حسین شرافتی راد همچنان تصریح کرده که 60,000 دانش آموز و دانشجوی خارجی قانونی به شمول افغان ها مشغول آموزش در این کشور هستند.
گفتنی است که سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار و در مورد مشکلات پناهجویان افغان در ایران، پاکستان و جرمنی و ارائه کمک‌های بشری گفتگو کردند. سفیر اتحادیه اروپا در کابل وعده سپرده که تا پایان سال جاری میلادی 36 میلیون یورو به افغانستان کمک خواهند کرد. شماری از باشندگان روستای رباط گردیز از خرابی سرک این محل شکایت دارند. باشندگان این روستا میگویند که در زمان انتقال بیماران و رفت آمدشان به بازار گردیز با چالش‌های زیادی مواجهند. باشندگان قریه رباط که نزدیک 10 کیلومتر از بازار عمومی شهر گردیز فاصله دارند، از نداشتن برق، مرکز صحی معیاری، مکتب و حتی سرک شکایت داشته میگویند. بیشتر بیمارانشان هنگام انتقال به شفاخانه حوزوی پکتیا به اثر خرابی را دچار مشکل شده، حتی جانهایشان را از دست می دهند. قریبا در بعد او دیگردیز ما بین 8 کیلومتر سرک ده در طول خام ده مونگا حتی مریض تر گردیز برسو مونگا ده سخت مریض بی مشکل سر مخامخ کی حتی دی مرک سر مخامخ کی مونگا در بعد سرک سی ده کنه ده خو بیخی وجود نلده خراب ده مریض نورد کیگی کلا چې موږ یو مشکل پیدا شي یوځې ته د ګردیز ته ځو دا رسېدګیم په ډېره سختیا ده له حکومت نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دا سرک په اساسي ډول جوړ کړي راته. با این همه ساکنان این قریه از مسئولان امارت اسلامی خواستار بازسازی این جاده به گونه اساسی هستند تا مشکلات مردم در این بخش کمتر شود. اساسی سرک نلرو که تیر حکومت توجه نده کړي که دا حکومت اسلامی امارت دای به توجه نده کړي د موږ له حکومتونه د تاسو نه او له وزارت هغه پیدامې نه دغه جدي غوښتنه لرو چې د موږ سرک راته جوړ کړي. موږ دغه سره ډېر په مشکل کې یو، ځکه په مشکل کې یو چې موږ مریض نه سو رسولی. در همین حال مولوی غازی محمد حنیف رئیس فواید عامه پکتیا در رابطه با ساخت این جاده به تلویزیون یک میگوید که کار بازسازی و پختکاری همه جاده های ولایت پکتیا از مسئولیت این ریاست است و بازسازی این جاده را نیز در برنامه دارند. ورستا بیا پلان کله روچی احمد آباد صحیح کی سرک ده آغا نکور وکو دی زرمت ولسوالی کی شای کوټ رو صحیح کی آغا سرک کور وکو لکه اوس دی رباط سیمی سرک دغه نکور وکو نمو پلان کله رو ان شاء الله. گفتنی است که در بخش بازسازی جاده ها در ولایت پکتیا در 20 سال حکومت پیشین هم هیچ گونه توجه جدی انجام نشده، همواره مردم از نداشتن جاده، درمانگاه و مکتب در این محل شاکی بودند. بیش از 50 تن در یک مسابقه شطرنج بازی اشتراک کردند. برگزار کنندگان این مسابقه هدف از راه اندازی این بازی را رشد بازی شطرنج و استعدادیابی چهره های برتر در کشور می دانند. اشتراک کنندگان از مقام های امارت اسلامی می خواهند تا برای حمایت از این بازی همکاری جدی کنند. شرح بیشتر از احمد شاه غفاری. بیش از 50 تن در بازی شطرنج در کابل اشتراک کردند. برگزار کنندگان این بازی هدف از برگزاری این مسابقه را رشد بازی شطرنج و استعدادیابی چهره های برتر در میان جوانان می دانند. آنان از مسئولان امارت اسلامی می خواهند تا در بخش رشد بازی شطرنج همکاری کنند. امسال توانستیم که ما در چندین نقاط شهر در چندین رستوران ها ما مسابقات را به خاطر رشد شطرنج برگزار کردیم. از امارت اسلامی این است که چون جوان ها برای رشد جوان ها، استعداد های جوان ها در هر عرصه مختلف که در فرهنگ است، چی در بخش شطرنج است، چی در بخش کتاب است، چی در بخش مقاله نویسی و هر چیزی که است، باید زمینه را بیشتر مهیا بکنند. همزمان برخی دیگری از اشتراک کنندگان در این مسابقه از مسئولان امارت اسلامی می خواهند تا بازی شطرنج را مانند بازی های دیگر در کشور حمایت و رشد دهند. آرزوی ما می است که همگی باید رشته را بیاموزه، تعقیب کنه، کسایی که استعداد داره در این رشته زحمت بکشه با خوشی های خود می رسن. یکی از بهترین تورنمنت های بود تا حال اشتراک کردیم. به تعداد تقریبا 50 نفر بازیکن های برتر افغانستان اشتراک کرده و به امید این که تورنمنت های بیشتر برگزار شه و نتیجه مثبت در بین جوانان ایجاد کنه. برگزار کنندگان این مسابقه برای مقام های اول الی سوم کپ، مدال و پول نقد اهدا کردند.
در آستانه برگزاری نشست سران گروه بریکس در شهر کازان، سرگی ریابیکوف، معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که غرب در تلاش بی‌اعتبار کردن بریکس است. رسانه های روسی نوشتند که نمایندگان 5 دولت هسته‌ای مشمول روسیه، آمریکا، چین، بریتانیا و فرانسه تا 2 هفته آینده نشست در نیویورک برگزار خواهند کرد. در آستانه برگزاری نشست سران گروه بریکس در شهر کازان روسیه، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که غرب در تلاش به اعتبار کردن بریکس است. او توضیح داد که غرب میخواهد میان کشورهای عضو بریکس اختلاف ایجاد کند. اجلاس سران بریکس قرار است از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. اعضای اصلی گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اند. این گروه با عضویت مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و اتیوپیا در ابتدای سال جاری میلادی گسترش یافت. رسانه های روسیه نوشتند که نمایندگان 5 دولت دارای سلاح هسته‌ای شامل روسیه، آمریکا، چین، بریتانیا و فرانسه تا 2 هفته آینده نشستی در نیویورک برگزار خواهند کرد. نشست 5 قدرت اتمی جهان در اوج تنش‌های روسیه و اوکراین و تهدیدهای مکرر روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای برگزار می‌شود. روسیه اخیراً دکترین استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خود را تغییر داد و اعلام کرد در صورت دریافت جواز استفاده از موشک‌های دوربرد غرب توسط اوکراین با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای متوسل خواهد شد. یک کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل اسرائیل را متهم کرد که با گونه عمدی مراکز بهداشتی را هدف قرار می‌دهد و پرسنل پزشکی را در غزه می‌کشد. ناوی پلای، کمیسار عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس این کمیته مستقل تحقیق، در بیانیه اسرائیل را به حملات بی‌امان و عمدی به پرسنل و تأسیسات پزشکی در جنگ غزه متهم کرد. این کمیته قرار است دومین گزارش خود را در پایان ماه اکتبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در یک سال گذشته نزدیک به 1000 از کادر درمانی در غزه کشته شدند. اولاف شولتز نخست وزیر آلمان میگوید که کشورش مهمات و سلاح بیشتر به اسرائیل فراهم خواهد کرد. او این سخنان را در نشستی در پارلمان جرمنی بیان کرد. این نشست برای یادبود از قربانیان حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته اختصاص یافته بود. به دنبال این حمله، جنگ بین اسرائیل و حماس در نوار غزه آغاز شد که هنوز ادامه دارد. احزاب اپوزیسیون در جرمنی از حکومت شولتز انتقاد کرده که با اسرائیل به طور کافی کمک نکرده است. اوکراین میگوید که نیروهایش انبار صدها تیاره بی‌سرنشین را در منطقه کرانسودار در جنوب روسیه نابود کردند. رئیس استاد ارتش اوکراین در تلگرام خود نوشته که نیروهای اوکراینی به پایگاه ذخیره سازی درون به نام شاهد در نزدیکی منطقه اوکتیا برسکی حمله کردند، جایی که حدود 400 تیاره بی‌سرنشین نگهداری میشد. و همچنان نوشته که این حمله توسط نیروهای دریایی و امنیتی به صورت مشترک در نزدیکی شهرک اوکتیا برسکی در شمال شهر کرانسودار انجام شد. پایان مجمع خبری ساعت 10. سپاس از همراهیتان. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.